بچه سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون کلی خوب باشه. من امروز هم رفتم ناخونامو درست کردم، هم الان میخوام برم موهامو تا اینجا کوتاه کنم، انقدر بلند شده و هم میگن که حیف و فلان اینا، ولی پارسال کوتاه کردم، خیلی خوشم اومد، امسال میخوام باز کوتاه کنم، پس با من باشین. بعدش دو سال دیگه. خیلی خوشحالم، البته فردا باید برم کراتین بکنم، خیلی قشنگترم میشه. راستی بچه ها یادم رفتینم بهتون بگم، من دارم میرم مایع لنز بگیرم چون مایع لنزم تموم شده و زنگ زدم که ایمان بیاد دنبالم. خلاصه که اینجوری سرم داره من نگاه میکنم. بچه ها من رفتم مایع لنزمو گرفتم از برند یونیورسال پلاس، خیلی عالیه بچه ها، من 2 ساله که از این مایع استفاده میکنم، مایعم تموم شده بود. خلاصه که رفتم اونو گرفتم، زنگ زدم ایمان اومد دنبالم، الانم رفته بستنی بگیره، خیلی گرسنمه چون نه نهار خوردم، نهار رفتم ناخونامو درست کردم، نه بعدنم که رفتم خونه اصلا تایم نداشتم، مثل که نهار نخوردم، الانم خیلی گرسنمه. ایمانو فرستادم برای یه بستنی بگیره، مامانم هم که خونه نیست، برم خونه به هم برسه و بهم غذا اینا بده. خلاصه که گرسنمه خیلی. راستی بچه ها میخواستم از این تریبون از ایمان تشکر بکنم، الان خودش هم اینجا نیست، ولی هر موقع هر جا بهش زنگ میزنم زودی خودشو میرسونه و میاد دنبالم، هر کاری داشته باشم واسم انجام میده، خیلی دوستش دارم. اینم از خود ساب مطلب. ایمان از این بستنی ها گرفته، 2 تا واسه خودم و خودش. بله با اجازت من زودی اینا رو بخورم. اینم خب بچه ها من رسیدم خونه، خیلی گشنم، برم تندی یه چیزی بخورم، فردا میرم واسه کراتین موهام، فردا هم با من همراه باشید، پس فعلا تا فردا خدافظ. سلام بچه ها، از روز دومی که قرار امروز برم موهامو کراتینه بکنم و صبح زود پاشدم رفتم حموم، شبیه قارچ سمی شده کلم، ولی خب بعد از اون میرم کراتینه میکنم و مطمئنم خیلی شیک و با کلاس میشه. این از این. الانم با ایمان اومدیم، الان اینجا نیست، رفته خرید چون شب کلی مهمون داریم و اومدیم خرید، خیلی هم هوا گرمه. خلاصه که اینجوری گفتم کلامو بهتون نشون بدم چجوری شده. حالا یه سری ها بهم میگن موهای خودت حیفه، چرا کراتین میکنی؟ نا به این دلیل. خب بچه ها ساعت 2:55 است، 5 دقیقه دیگه فرصت دارم تا برسم سالن و الان خودم آماده میکنم، یه چالش تیک تاک هم گرفتم، برم زودی خودم آماده کنم و بریم سالن واسه کراتین. اینجا داشتن موهای 2 نفر دیگر رو کراتین میکردن که من منتظر بودم نوبت من برسه. قبل از کراتین موهامو با شامپوی قلیه‌ای شستن، نمیدونم علتش چیه، فقط اینو میدونم که حجم موها رو چند برابر میکنه.
اینجا من یادم رفته بود حوله خودمو ببرم، از این حوله یک بار مصرف ها پیچیدن دور سرم که نم موهام گرفته بشه و بریم واسه زدن مواد. بله، مواد به موهام زدن. این مواد از اونا بود که بوی خیلی تند و بدی داره. خود موهام هم نگم براتون که چقدر میخارید و دوست داشتم بخارونمش. خود سرم میخاره خیلی دوست بده، دوست هم اینجا بخارونمش. دوشم خیلی تنده. و میرسیم به سخت‌ترین مرحله، یعنی اتو کشی. اگه دقت کنین چشم سمت چپم قرمز شده و حالا تو این خیلی مشخص نیست، بعدن خیلی قرمز شد. علتش هم این بود که لنز گذاشته بودم. شما اگه موهاتون رو کراتینه کردین اصلا لنز نذارید، حتی طبی. اینجا خودم صحبتی میکنم چون که نمیخوام ویدیوم کپی رایت بخوره. معلومه دیگه خیلی دارم با موهام حال میکنم و خیلی قشنگ بود. اینجام که دیگه شستشوی نهایی بود و بعد از اونم یه سشوار کشیدن موهامو و گفتن که تا 3 روز نباید نه حموم برم نه موهامو پشت گوش بندازم و اینجور چیزا. بچه ها امروز روز بعدیه و من دیروز بعد از اینکه کار موهام تموم شد و اومدم خونه مهمون داشتیم، اصلا نرسیدم واسه تون ویدیو بگیرم و بهتون میگم که موهام تموم شده. و اینکه الانم آماده شدیم چون که عید قربانه داریم میریم خونه مام بزرگم. ما کردار رسممون اینه که از صبحونه تا شام مثلا میریم خونه بزرگامون و اونجا مثلا خورش سبزی و اینجور چیزا میخوریم. خب رسممون اینه. بچه هم اگر رسم خاصی دارین حتما تو کامنت ها واسم بنویسین. اینم از لباسای من و موهای قشنگم. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. خدافظ. راستی بچه ها شامپو ماسکمون که من گرفتم از این برنده. خب اینم از ماسکمون. این شامپوشه. بعد این جدا از این که شامپو کراتین است، پروتئین هم میکنه موهامون. گفتم اینم بهتون بگم شاید به دردتون بخوره. اینجا هم روش درست خوش کردن موها رو بهتون یاد میدم. اول نم موهاتون رو بگیرید با یه حوله، بعد با یه شونه اینجوری شونه کنید مرتب و بعد از اون از بالاست شروع کنیم به سشوار کشیدن به این صورت. اینم از نتیجه موهای من که فقط با یه باد سشوار اینجوری نرم و لخت شد.